3، 2، 1، حرکت. به نام خدا. مخاطبین عزیز سایت موسیقی ما سلام. امروز در خدمت یکی از هنرمندان با سابقه کشورمون هستیم که همیشه برای صحبت باهاشون جذابیت وجود داره و نیازی به بهونه نیست. اما ما امروز به بهونه تور کنسرت‌های اروپا که 4 هنرمند در حضور دارن در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد اصفهانی. سلام آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم این گفتگوی تصویری که انشالله از طریق سایت موسیقی ما پخش بشه. متشکرم. آقای دکتر، شما می‌خوام بدونم الان هم آیا تبابت انجام میدید یا شغل اصلیتون موسیقی هست؟ الان دیگه شغل اصلی موسیقیه. چرا؟ چون که دیگه حجم کارمون انقدر زیاده که واقعاً نمیشه به کار تبابت رسما پرداخت. با توجه به اینکه فرمودید حالا دغدغه اصلی و شغل اصلی تو موسیقی هست، فکر میکنم که انتظار میره کمی فعالتر باشید. حالا شما فکر میکنم اخیراً بیشتر انرژیتون رو روی اجراهای زنده گذاشتید و مدت هاست که شاید حالا به اون شکل قدیم در عرصه انتشار آثار فعال نیستید. من فکر کنم شما یه سندیکایی دارین با هم دیگه مشورت میکنین. چرا؟ و ما رو هم گذاشتید بیخ دیوار و لوله اسلحه هم گرفتی به سمت من. من امیدوارم ایشالله زودتر بسنم کارای آلبوم رو انجام بدم که از این همه سرزنش دوستان مطبوعاتی و همکارای خودم حداقل راحت بشم. خشم. البته این سوالی که ما میپرسیم به خاطر اینکه هواداران تو بیگیر هستن. میدونم دقیقا. حتما هم به خودتون هم این رو میگن دیگه، منتقل میشه این نگرانی. بله، من الان امسال واقعا تمرکز کاریم رو گذاشتم روی بحث آلبوم. از سفر یونان که برگشتم، چون برنامه‌ای داشتم برای تحویل سال اونجا بودم، یه سرمای شدید خوردم که خب نمیشد کاری انجام داد و یه چند تا اجرای زنده هم داشتیم که اونا یه مقداری ما رو به سختی انداخت با این سرماخوردگی. بعد حساسیت حاصل از این سرماخوردگی تو سینه من موند و الانم خیلی بهتر شده، منتها هنوز کامل حنجره من از این حالت رها نشد. امیدوارم تا آماده شد سینم برم و بقیه کارها رو بخونم. ایشالله. تو چه مرحله یه آلبوم؟ ولی ما تو مرحله ضبط وکال کارها هستیم و وقتی که در حقیقت این پروژه از دست من خلاص بشه که من دیگه وکالا رو خونده باشم و مورد تایید خودم و دوستان آهنگساز باشه، دیگه بقیه دوستان میتونن به طور موازی کارشون رو انجام بدن، قطعا سرعت کار بیشتر میشه انشاءالله. حالا که صحبت آلبوم شد، لطف کنید از عوامل هم بگید که چه دوستانی همکاری میکنن با شما. والا فعلا دوستانی که در آلبوم حضورشون فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد ما حضورشون رو خواهیم داشت، آقای فؤاد حجازی هستن، انجام. آقای علیرضا کهندهری هستن، آقای بهروز صفاریان هستن، آقای سیاوش انور هستن و تا حالا بعد ببینیم که بقیه پازل ها چطوری چیده خواهد شد، ولی این دوستان تقریبا میتونم بگم که هستن حضور دارن. چی شد که مراجعه کردیم به همکارای قدیمی؟ من همیشه مراجعه میکنم چون من این دوستان رو به سادگی پیدا نکردم که بخوام به سادگی رهاشون کنم و به خاطر تجربه ها و خطاهایی که با هم داشتیم دیگه الان بخوام به خود عوامانه صحبت کنم، نبض کارهای همدیگر رو خیلی راحت میگیریم و خب این خیلی فرق میکنه تا مثلا یه دوست جوانی که ایشون از من مثلا شناخت کاری نداره، من تازه با ایشون آشنا شدم، تا بیان این تبادل احساس رو یک جوری دو طرفه بکنیم قطعا زمان میبره. کار کردن با اون دوستان راحت تره. بله. به خاطر سبقه همکاری که دارید. پس ما امسال ایشالله منتظر انتشار آلبومتون باشیم. زمانی هم میتونید مشخص بکنید؟ من تمام تلاشم رو دارم میکنم، منتهای مراتب اینو من همیشه عرض کردم، توی خصوصا آلبوم یه اتفاقاتی گاهی وقتا میفته غیر مترقبه، غیر منتظره. یه دفعه شما میبینید که یه قطعه ای که خودش به تنهایی مورد تایید هم شما هست، هم ترانه سرایش هست، هم همه عوامل، یه دفعه باید این قطعه رو برداریم. این با کلیت آلبوم یه جوری در تضاده. اگر از این اتفاقات خاص نیفته، ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. واقعا از همه نظرم، از نظر استراتژیک، زمانی، حرفه‌ای دیر شده.
و این آلبوم کلید اصلی در حقیقت شروع فعالیت‌های جدید بنده و تیم محترمی هست که با من کار میکنن. وقت ما آلبوم‌های بعدی رو دیگه چون استودیومونم را افتاده و همه کاراش ستاپاش تجربه شده است، ما اونجا هم زهی ضبط کردیم، هم بادی ضبط کردیم، هم وکال گرفتیم، همه نوع امتحان و آزمایشی رو پس داده، میتونیم دیگه آلبوم‌های بعدی رو بدون وقفه بعد از تولید این آلبوم شروع کنیم ضبطش و نذاریم دیگه فاصله های زیاد بین ارائه آلبوم ها بیافته. پس اون استودیویی که تو سالهای گذشته دغدغتون بود راه افتاده و مشغول هستید؟ مشغولیم مختص کار خودتونه؟ فقط بله. چند وقت اخیر یک دوتا تک ترک ازتون منتشر شد که با همون دوستان جوان کار کرده بود، البته اسمی ازشون نیورده، اونا هم در قالب آلبوم منتشر میشه یا نه؟ نه، اونا در حقیقت فقط برای ارائه اینترنتی بود و در قالب آلبوم نخواهد. درست. بهونه مصاحبه ما با شما تور کنسرت های اروپای شما به همراه سه نفر دیگه، آیه شکوهی، بنیامین بهادری و محمد علیزاده است و البته آیه مهران غفوری. میخوام از این اتفاق بگید، خب اولین باری که این اتفاق داره میفته که چهار هنرمند داخلی در خارج از کشور اجرای مشترک دارن، چی شد که این همکاری شکل گرفت و شما به چه صورتی وارد این پروژه شدید؟ والا پیشنهاد این کار رو ابتدا آقای بنیامین بهادری به من دادن. در حقیقت ایشون اطلاع رسانی کردن که یک همچین کار ترکیبی میخواد انجام بشه و گفتن که من تهیه کننده این کاره که آقای نوری بودن و من بعدا خودم با ایشون آشنا شدم، گفتن من آقای نوری رو میشناسم، با ایشون کار خارج از کشور انجام دادم و ایشون خیلی آدم راحتی هستن و من از ایشون جز صداقت تا حالا چیزی ندیدم و میخواییم این کار رو بکنیم، اگر شما هم ما رو همراهی بکنیم در حقیقت فکر میکنیم که یک تور موفقی میشه. نه البته به خاطر همراهی من، خود تور رو ترکیبی که شکل بهادری میگفتن که تور موفقیه شما اگه ما رو همراهی کنیم. بعد من گفتم یه خود فکر میکنم در موردش و گفتم چرا که نه انجام بدیم، با توجه به اینکه من خودم هم طرفدار کارهای جدید هستم، کارهای نو هستم و دیدم این کار در نوع خودش اولین باره که داره انجام میشه و جدیده، استقبال کردم و دیگه من متصل شدم با آقای نوری و بقیه صحبت‌ها با آقای نوری انجام شد و چند روز پیشم رفتیم سفارت و اونجا بحث به اصطلاح ارائه مدارک و ویزاها و فعلا که هیچ مانعی الحمدلله در راه نیست و انشالله اگر خدا بخواد ما فکر کنم 13 اون 14 اون می بشه. بله. ما یه برنامه ابتدا در استکهلم سوئد اجرا می‌کنیم، بعد از اونجا میریم اوبرهازن آلمان، یک برنامه‌ای هم اونجا داریم و به خواست خدا برمیگردیم تا بعداً رصد کنیم ببینیم که انعکاس‌ها و واکنش‌های مردم چه جوری بوده و بشه ان شاءالله برای یک همچین اقداماتی حالا با ترکیب‌های مختلف برای دوستانی که اینجا هستن برنامه ریزای دقیق بشه. ما حالا فعلا پیش قدم شد انشالله. خواهش. دکتر، خب تفاوت این برنامه همون هست که چند نفر در یک پکیج درش حضور دارن و اتفاقی که قبلا نیفتاده برای هنرمندان داخل کشور. به نظر شما دلیل این مسئله چیه؟ چرا این همکاری ها و کلن کارهای گروهی تو فضای موسیقی ما کمتر شکل میگیره؟ اگر یه مقایسه با کشورهای دیگه یا هنرمندان خارج از کشور داشته باشیم می‌بینیم که این قضیه کم رنگ تره، حالا چه اجراهای مشترک چه آثار مشترکی که تولید میشن، دلیل این رو چی میدونید؟ من فکر میکنم خیلی دلیلش ساده است، عدم انسجام و عدم برنامه‌ریزیه. چون که بازار موسیقی در مملکت ما به نسبت خارج از کشور، یعنی هنرمندانی که خارج از کشور زندگی میکنن، خیلی پر رونق تره الان در حال حاضر. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه ایرانیایی که مقیم خارج از کشور هستن اون نسلی که موسیقی گوش میکنن و پیگیر موسیقی هستن، اونها الان تبدیل شدن به نسل قدیم که یه مقدار سنشون رفته بالا و طبیعیه که اونها شاید دیگه حوصله و یا شاید بگم انرژی قدیم رو نداشته باشن برای شرکت در کنسرت ها و گردهمایی های هنری که اونجا تشکیل میشه.
نسل جدید هم که نسل فعال و زنده موسیقی و کنسرت هستن، تحت تاثیر فرهنگی که درش بزرگ شدن و زبانی که زبان روزمرهشون بوده، من فکر میکنم اونها به نسبت پدر و مادرشون خیلی دورتر شدن از موسیقی ایرانی و شاید بعضیشون حتی اصلا زبان فارسی رو هم زبان دومشون باشه. شاید من این چیزهاییست که شنیدم افواهی، شاید مثلا انگلیسی راحت تر صحبت کنن تا فارسی. خب با توجه به این مسئله، جلب کردن و جذب کردن مردم به سالن‌های کنسرت در خارج از کشور برای هنرمندانی که اونجا دارن زندگی میکنن سخت میشه. وقتی که سخت میشه، باید اونها یک سری اقدامات جذاب انجام بدن. یکیش همین تورهای ترکیبیه. این شاید به اون شدت هنوز در داخل کشور لزومش و وجودش احساس نشده. البته الان با توجه به اینکه سالن‌های کنسرت ما در داخل از کشور هم دیگه مثل سابق پر رونق نیست و یک رکودی داره تو اینجا اتفاق میفته، شاید اصلا همین یه جرقه‌ای بشه برای اینکه این کار در داخل کشور هم انجام بشه. دلیل این رکودی که بهش اشاره کردید رو چی میدونید؟ ببین، یکی این که ما هرچی داریم میریم جلوتر، همه چیز داره آنلاین تر میشه هر روز. یعنی شما از طریق رسانه‌های اجتماعی که هست میتونید فیلم‌های کوتاه، حتی فیلم‌های بلند از کنسرت‌ها رو داشته باشید، ببینید تو سالن چه خبر بوده، خواننده چیکار کرده، مردم چه عکس العملی نشون دادن، حتی رپرتوارش رو میتونید چک بکنید. دیگه مثل قدیم نیست که شما در بی‌خبری مطلق باشید و اون نیروی خارق‌العاده‌ای که همیشه بشر رو از قدیم الایام به حرکت و کوشش و تلاش وادار میکرده به نام کشف، اون کشف دیگه الان مخدوش شده. یعنی تقریبا میشه گفت میشه به همه چیز از راه‌های مجازی دست پیدا کرد و یه جورایی ازش مطلع شد. خب خود این انگیزه حضور توی کنسرت ها رو کم میکنه. یکی دیگه هم این که من فکر میکنم که در ارائه برنامه توسط دوستان هنرمند من یه مقداری زیاده روی شده. من یادم اون دوره‌ای که ما همسن این دوستان بودیم، که بنده و آقای عصار و حتی شادمهر که اجازه نداشت کنسرت بده، آقای حسین زمان و بعد دوستان دیگه مثل آقای تاجیک و آقای قاسم افشار آمدن به ما ملحق شدن، ما انقدر کنسرت نمیذاشتیم. پیشنهاد داشتیم ها، بله. یعنی خودتون؟ بله بله. من یادم خدا رحمتش کنه بابک بیات مرحوم، بیات همیشه به من میگفتش که هنرمند همیشه باید یک وعده سکوت داشته باشه، یک وعده سخن. همینجوری پشت سر هم پشت سر هم اگر بخواد آدم حرفم که بخواد زیاد بزنه به بیهودگویی میفته دیگه. باید آدم همیشه حرف داشته باشه. ما توی ارائه یک رپرتوار خصیص بودیم. میگفتیم مثلا چند بار میشه این رپرتوار رو صحنه بود. گرچه من خودم به خاطر کمکاری های اخیرم که مثلا یه 5 سال یه دفعه آلبوم میدم مجبور شدم و البته مطمئن شدم از وجود رغبت از سوی مردم، رفتم یه رپرتوار چند بار بودن روی صحنه، ولی اون موقع که مثلا بین آلبوم‌های حسرت و فاصله اینا فاصله آنچنانی نبود، ما رپرتوارمون رو سعی می‌کردیم نو به نو ارائه بکنیم. الان می‌بینیم که طرف میره شهرستان و مثلا یه رپرتوار میره تور شهرستان کنسرت برگزار می‌کنه، میاد اول تهران کنسرت میده، بعد میره شهرستان، بعد دوباره میاد تهران همون رو اجرا می‌کنه. دوباره می‌بینیم هنوز 6 ماه نشده اطلاعی دادن که کنسرت بزرگ فلان کس. خب اینها هم مردم رو و مخاطبین خاص اون هنرمند رو میتونم بهتون بگم حتی فراری میده. خب پس یکی تکراری شدن، یکی هم تنوع و ازدیاد راه‌های ارتباطی و اطلاعی از کنسرت ها بود و یه مقدارم خود همین کانال‌های ارتباطی و راه‌های ارتباطی توقعات مردم رو برده بالا. درست. یعنی مخاطبین الان به نظر من خیلی سطح توقعشون بیشتر از مخاطبین سال 76 77 78، چون موسیقی ها خیلی تخصصی شده، شاخه های موسیقی، تعدد هنرمندا، اینا همه افراد رو سختگیر میکنه و آستانه هاشون رو میبره بالا.
اینا چیزاییست که الان به ذهنم میرسه که یک آینده در حقیقت رقابتی سخت هم در انتظار بازار داخل ما خواهد. امیدوارم که اتفاق بیفته. دکتر، هم نسلان شما، این دوستانی که اسم بردید، خیلی هاشون دیگه فعال نیستن، یعنی عمر فعالیت جدی هنریشون خیلی کوتاه بود به نسبت حالا در مقایسه با هنرمندانی که پیش از انقلاب فعال بودن و می‌بینیم که هنوز هم فعالن، یا حالا با کشورهای دیگه اگر مقایسه بکنیم. این رو دلیلش رو چی میدونید؟ شما جز محدود کسانی هستید که از اون نسل اول موسیقی پاپ بعد از انقلاب همچنان فعال هستید. حالا دو سه نفر دیگه مثلا آخه شما می‌بینید که منم که فعال نیستم اونجوری. من فکر می‌کنم تقصیر خودشونه، خودشون کمکاری کردن. یعنی من از حالا یکی از این هم نسلان عزیز که دوست صمیم منه، علیرضا عصار، من به نظر من آقای عصار واقعا داره کم لطفی میکنه که کار نمیکنه، تقصیر خودش هم هست، چون منم وقتی ازش میپرسم چون جوابی نداره به من بده، میگه خودت چرا کم کاری میکنه. ولی علیرضا اگه جوابی داشت به من جوابشو میداد. اینشون باید کار بکنه، آقای قاسم افشار باید کار بکنه، بقیه دوستان باید کار بکنن، چرا کم کاری میکنن؟ با این دوستان که صحبت میکنیم، یکی از دلایلی که مطرح میکنن اینه که سلیقه مردم عوض شده. یه دلیل دیگه ای که هست میگن که توی دوره‌ای ما رو کنار گذاشتن و حالا شاید کسایی بودن که جلوگیری کردن از حضور پررنگ اینها. شما موافقید با این دو موردی که عرض کردم؟ من چون از جزئیات این به اصطلاح کلیاتی که شما فرمودید و اشخاصش هم متنوعن احتمالاً دیگه، حالا شما نخواستین نام ببرین، چون من از جزئیاتش مطلع نیستم خودم اجازه قضاوت نمیدم، ولی من فکر میکنم یه دوره کلن 8 ساله. حالا همه میگن چرا تو همه جا اینو میگی؟ خب بابا حقیقته، مثل اینکه مثلا شما 10 مرتبه بگیم روزها خورشید میتابد، مثلا میگه چند بار میگیم؟ میگیم تا ابد میگیم، چون واقعا روزها خورشید میتابد. یک دوره 8 ساله رکودی رو ما تجربه کردیم، رکود خیلی بدی رو تجربه کردیم در زمینه موسیقی. این دوران با طلوع و شروع به کار یک نسل جدید همراه شد و افول یک نسلی که در حقیقت اینها روی کار بودن، و به نظر من این رکود ضربه اصلی رو به اونایی که روی کار بودن زد، چون اونا داشتن کار خودشون رو انجام میدن، اینا تازه میخواستن شروع کنن. شما میدونید کسی که در حقیقت تریبون داره و برای مردم تعریف شده هست، این زیر ذره بینه. خیلی چیزها رو که مردم از یک جوان تازه کار میپذیرن و به چیزی نمیگیرن، در مورد اون آدم نمیبخشن. به نظر من این دوستان خیلی بیشتر توی این دوران لطمه خوردن و از اون مقبولیت بازار و مقبولیت مردمیشون کاسته شد. گفتگویی که با هم داشتیم برای سایت موسیقی ما، فکر میکنم بیش از 1 سال پیش یا شاید همین حدود باشه، توی اون گفتگو اشاره کردید به وجود یه جریان‌های خاص خطرناکی که در فضای موسیقی حضور دارن. اگه سلام بدید میخوام که مقداری در مورد اون توضیح بدید و اینکه چه اثری و چه نقشی تو فضای موسیقی داشتن و یا دارن. من اینو البته توی مسابقه که با دوستان در تیوی پلاس هم کردم یه مقداری بازش کردم، چون آقای امامی هم که اونجا پرسش میکردن همین تقریبا خیلی شبیه سوال شما رو پرسیدن، پس معلومه که این یه دغدغه‌ایه برای دوستان فرهنگی که فکرشون رو مشغول کرده که اینا با هنرمندا میان، حالا من که هنرجوام، میان چک میکنن که ببینن اونا مثلا چه نظری دارن. تو اون تایم خیلی تمایل نداشتید که باز بمونید؟ بله. ببینید، سهل گیری و سهل شدن خود کار به نظر من نقطه اصلیه. جریان های خطرناک مثلا یه چیز خاص نیست من بگم آدرس بدم بگم خیابون فلان تو فلان ساختمون الان یه جریان خطرناک داره مثلا فعالیت میکنه، نه این نیست. شما وقتی که دیگه ممیزی آنچنانی سر راهتون نباشه به دلیل وجود یک نرم افزاری به نام تیونینگ، و شما خیلی راحت میتونید خوانندگی رو تجربه بکنین، وقت بعد وقتی میره روی صحنه طرف میبینه که خیلی قضیه فرق کرد، این خطرناکه دیگه.
این اتفاق الان اتفاقی است که داره میفته و مردم دارن حاصل کارهایی رو میشنون که این کارها به نظر من زیاد بن حقیقت نداره، مجازیه. و من فکر میکنم چاره عقلانیش تحمل و صبر و اینکه ما اجازه بدیم مردم اطلاعاتشون در این زمینه واقعا زیاد بشه و گذر کنیم از این دوران. اینا یه چیزاییست که با در حقیقت پیشرفت تکنولوژی اینها پیش می اومده. حالا بعضی وقتا هستش که ما اینقدر ابزار اطلاعاتیمون دقیقه که میتونیم اینا رو رصد کنیم و چاره‌ای براش در حقیقت پیدا کنیم. بعضی وقتا نه، یه دفعه میاد تو صورتمون، میبینیم الان وجود داره. اونجا دیگه باید تحمل بکنیم و صبر بکنیم. حذف به نظر من راه حل نیست، چون حذف بیشتر طرف بزرگ میکنه. یعنی او شروع میکنه اعتراض کردن که اگر میذاشتن من کار کنم من اونجوری میشدم، اینجوری میشم. میگم آقا الان عرصه باز شما، بفهم هر فعالیتی میخوایم بکنیم. اگر تونستی در دراز مدت خودت رو با این مردم مچ بکنی و سلیقه هاشون رو در حقیقت نگه داری، باجه خودت رو نگه داری، فعالیت رو بکن. به نظرتون چرا این موسیقیمون، حالا چرا از اون پویایی افتاده و این صبری که میگید حالا باید پیشه بکنید یه کمی فکر می‌کنم موجب انفعال میشه؟ یعنی آیا کاری نباید کرد براش، حالا یا متولیان و مسئولین یا خود هنرمندان و فعالین موسیقی؟ بالاخره از این فضایی که هست به یک طریقی باید خارج بشه. ببینیم، من فکر می‌کنم که جو چون جو هنریه، هر گونه تهدید با هجیمی، یعنی اینکه دیوار بندی بکنیم و حد بندی بکنیم، اون سلامت هنری کار رو سلب میکنه. این درست مثل اینه که شما یه آهنگسازی رو بیارین مثلا یه جایی، مثلا با اسلحه تهدیدش کنید، بگید که زود باش فلان آهنگ رو باید بسازی و الا فلان خطر متوجه حالت میشه. این ممکنه یه آهنگی بسازه به شما تحویل بده، ولی اون آهنگ نخواهد شد، چون فراغت فکر و راحتی و روانی در حقیقت اندیشه آیتم اصلی موفقیت خلق در آثار موسیقیه. حالا من واقعا نمیدونم توی خطاطی، مجسمه سازی، سینما این داستان چیه، ولی میدونم توی موسیقی اصلا نمیشه. به همین خاطر خیلی وقتا بوده که یه دوست آهنگسازی یه کاری قرار بوده انجام بده، ما هم چون طرف قرار داد بودیم و طرف ایشون تعهد دادیم مثلا به یه سازمانی که این کار تو فلان موعد میرسه، ایشون یه حادثه احساسی مثلا تو زندگیش به وجود اومده، مثلا مادرش رو از دست داده یا مثلا یه عزیزش بیمار شده، ایشون اومده گفته آقا من نمیتونم این کارو بسازم. من واقعا وقتی که یک همچین چیزی جلوم قرار میگیره هیچی نمیتونم بگم، نمیتونم سرزنشش بکنم، نمیتونم حتی ازش خواهش بکنم که تو رو خدا هر جوری بذار، چون میدونم خراب میشه کار. باید صبر بکنیم تا اون حال و اون ذوق بیاد و ایشون بتونه این کار رو انجام بده. متوجه عرضم هستی؟ اینه که ما الان به نظرم به هیچ وجه نباید کارهای محدود کننده انجام بدیم، باید کارهای جذاب انجام بدیم. یعنی اینکه تشویق بکنیم کسانی که میخوان وارد وادی هنر بشن، اینها یه دوره شعر و ادبیات رو بگذرونن، یه کورسی بگذرونن، ببینن سعدی چیه، حافظ چیه. من منظورم این نیست که هر کس میخواد وارد موسیقی بشه باید حتما شعر حافظ و سعدی بخونه، اما میگم وقتی با مفاهیم و معانی که حافظ و سعدی و مولانا استخدام میکردن توی شعرشون، وقتی با اون مفاهیم آشنا شد دیگه به هر ترانه‌ای رضایت نمیده. یه مثالی، حالا شاید زیاد مربوط نباشه، یکی از دوستان میگفتش که شما وقتی که درست لباس بپوشی، ریشت مرتب باشه، سر و وضعت خوب باشه، خیلی از حرکات و خود به خود حتی اگه تو فرهنگت هم باشه دیگه خجالت میکشی انجام بدی. حالا یه خورده به قول معروف بی ربطترش بذاریم بکنم، شما وقتی سواره یه ماشین گرون بشی دیگه خیلی از حرکات آکروباتیک رو حتی اگه دلت هم بخواد روت نمیشه انجام بدی. نمیخوام بگم ماشین گرون ارزشه ها، میخوام بگم خیلی از چیزهایی که
در حقیقت بازدارنده هست و مانع هست که در حقیقت ما خودمون کشیک خودمون رو بکشیم و بپاییم که فلان کار رو انجام ندیم، میتونیم از این چیزهای بازدارنده بیاریم دور و بر افراد بذاریم، به جای اینکه بگیم اگر تو پاتو از اینجا گذاشتی این طرف مثلا تنبیهت میکنه، ممنون کارت میکنه. نه، اینجوری نمیشه به نظر من. ما اگر بتونیم یه دورهای تشویقی بذاریم یا مثلا شرط بذاریم که کسانی که میخوان بیان خواننده بشن، دیدین که الان مثلا توی ارشاد ممکنه آزمونی بگیرن از طرف، میخوان مجوز بدن، ممکنه بگن آقا شما باید ممیزی بشی. یکی از این ممیزی هام یا از این شرایط همین باشه که شما مثلا یه دوره، مثلا این دوره یه ماهه دو ماهه ادبیات رو مثلا باید بری اینجا که ما معرفیت میکنیم بگذرونی، علاوه بر حالا اون داستان های خوندن و صدا سازی و این داستان. خب وقتی که اون طرف آشنا بشه با حافظ و سعدی و مولانا، دیگه ترانه هم که میخواد انتخاب بکنه رو چارچوب انتخاب میکنه. وقتی ترانه خوب انتخاب کرد، دیگه رضایت نمیده به هر نوع موسیقی که بخواد با اون ترانه تلفیق بشه. یعنی این یه جریان میشه. یه مشکلی که هست اینه که بخش عمده کارهایی که عرضه میشن، شاید حالا ما در ماه حداقل 1000 ترک روی اینترنت قرار میگیره، حالا عددش کمتر یا بیشتر میتونه باشه. موسیقی ما دیگه سایتتون نه، ما کلا نه، ما که خب یه فیلتری داریم، یعنی هر کاری اگر کاری در چارچوبه قانون نباشه نمیتونیم منتشر بکنیم. قانون که عرض میکنم منظور مرزبندی های وزارت ارشاد هست، ولی کلا تو فضای مجازی شاید ماهی 1000 ترک، حالا یه وقتای خیلی بیشتر یا کمتر منتشر میشه و بخش عمده ای از اینها فکر میکنم بیش از 90% اصلا مراجعه ای برای دریافت مجوز و اینا ندارن. همینطوری ریلیز میشن، یعنی رسمی نیستن ولی هستن و وجود دارن و اثر میذارن روی مارکت. نکته ای که شما فرمودید مال زمانیه که همه اینها بخوان از اون فیلتر رد بشن و حالا ممیزی که گفتید اعمال بشه. یه چیز دیگه ای هم هست اینه نه. که الان از من فکرم سوال کردی. نه نه، نکته ای که هست این که یه کمی خوانندگی الان سهل و الوصول شد، یعنی انتشار قطعه عرض کردم آره با یک هزینه بسیار اندک و شاید کمترین توانایی این اتفاق داره میفته. اشکال نداره اینا توی یعنی این روی اون سلیقه موسیقایی مردم و کیفیت حالا شنیدارشون تاثیر نمیذاره. به نظر من در دراز مدت موجب رشد مردم هم میشه. به نظر من نه. شما ببینید الان توی خارج از کشور مگه همین حالتی که شما میگید نیست؟ اونجا هم ترنوور خیلی بالاست. ولی ما میبینیم که موسیقی های در حقیقت آنچنانی که حالا من اسمشون رو نمیخوام بیارم، اونجا دارن فعالیت خودشون رو میکنن، طرفداران خودشون هم دارن و حتی اونها به واسطه نوع به اصطلاح تفکر و نوع نگرششون حتی شاید خیلی هم از اینجا بازتر و آزادتر اینا رو ارائه میکنن. اما در کنارش خواننده های خیلی جدی هم دارن کار میکنن. الان خانم سلندیون یا آقای مثلا بوچلی اینها سالن های خیلی بزرگی رو دارن پر میکنن. کنسرت هایی که این خانم یا اون آقا توی آمریکا توی سالن‌های بسیار بزرگ می‌ذاره چندین شبانه روز داره تمدید میشه. خب اینها منافیه با هم نیستش، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم اونجا مخاطب به اون بلوغی که باید برسه رسیده، ما الان در گذار به اون بلوغ هستیم. اینکه عرض کردم خدمتتون که باید یه خود صبر بکنیم به خاطر همینه، باید بذاریم که مردم خودشون به این قضاوت برسن، اون وقت این خودش همه چیز رو حل میکنه. اونی که باید بمونه خواهد موند، اونی که باید بره بدون اعتراض میره. الان اگر که از جای دیگه بخوان دخالت بکنن حالت قیم معابی و از بالا فشار و اینها میشه که اصلا درست نیست، نه از در حقیقت دیدگاه مردمیش درسته و نه اقناع کننده است، به خاطر اینکه اون کسانی که محروم شدن میگن که نذاشتن و الا ما برنامه داشتیم، ما میترکوندیم بازار رو، باید بذارن کارشون انجام بدن. کار بچه هایی که حالا فعال هستن رو چقدر دست میکنید؟ کاری که منتشر میشه والا خیلی محدود حقیقتش نمیرسن، به خاطر اینکه من چون خودم مجری هستم مرتب در حال انجام کار و تولیدم و اینم خیلی بده ها، اصلا چیز خوبی نیست. شاید این خودش یکی از عواملی باشه که یک مجری رو از بازار و حال و هوا یه روز بازار میندازه کنار. تو سال گذشته کاری بوده که نظرتون رو جلب کرده باشه؟ نه متاسفانه.
من توی چند وقت اخیر تنها کاری که نظرم رو جلب کرد و در حقیقت اصلا نظرم رو راجع به خوانندش عوض کرد، این آلبوم من خودم 13 هم بود. آها، آی چاوش. بله. درست. که به نظر من ایشون یک رویکرد جدیدی رو با خوندن شعر کهن آغاز کرد و من چون خودم همیشه این نوع کار دوست داشتم، این دقیقا سلیقه من بود، این اشتراک سلیقه شاید موجب شد که خیلی این آلبوم به من چسبید و من امیدوارم آقای چاوشی بازم این کار رو رها نکنه، تکرار کنه. حالا اون ترانه هایی که ایشون مثلا دوست داره، مخاطبینش دوست داره، اونا رو هم بخونه، ولی اینم به نظر من پیشنهاد میکنم که ایشون حتما ادامه بده این کار. این کار خیلی کار ارزشمندیه و توی من خودان 13 هم اغلب ترک ها به نظر من ترک های درخشان ذکر شده و خوبی بود و خوندن ایشون هم نشون داد که ایشون سواد ادبیش هم خوبه، چون که از خوندنش مشخص بود که چیزایی رو که میخونه، با اینکه خود اشعارم اشعار سنگین بود، معلوم فهمیده و خونده. درسته. بسیار خب، تو اون بخشی که داشتیم در مورد همکاری خواننده‌ها صحبت می‌کردیم، این نکته رو هم دوستان در موردش اظهار نظر بکنید. اجرای اثر مشترک هم خیلی کم اتفاق میفته در مقایسه حالا با جای دیگه. متوجه که شما خودتون همین تجربه رو دارید، حالا یه همکاری با یه اثر داشتید، این همخوانی چرا کم پیش میاد؟ باید از خود ستاره ها بپرسیم. شما به هر حال یکی از ببینید شما لطف دارین، ما اون کاری هم که با آقای عصار انجام دادیم خیلی اتفاقی بود، اصلا نرفتیم بشینیم با هم صحبت کنیم که ما چرا با هم یک کاری نمیخونیم، بعد مثلا حالا من یا ایشون مثلا بگن که خب پس بیایم یک کاری بخونیم، بعد بریم به فواد اجازه بگیم که فواد پس یک کاری بساز که من و عصار با هم بم. اصلا اینجوری نبود. اینو من تو استودیو بودن و اتفاق بله شده. اون گوشه عراقی که توی ای کاروان در حقیقت قرار بود آقای عصار بخونن، من اونجا رفتم توی استودیو و همینطوره من گفتم حالا تو هم اینجا یه برداشتی بخون ببینیم چه جوری میشه. من گفتم اینجا گوشه عراق برای من پایینه، برای صدای من. گفتن خب چیکار میکنی؟ گفتم من اینو تبدیل میکنم به رهاب، امیدوارم که با آکوردایی که فواد تو نوشتی زیرش بخونه. گفت خب بخون ببینیم چی میشه. ما چند بار اتود کردیم روی گوشه رهاب اون بیتو، بعد یه جاهایی رو نوتا رو پس و پیش کردیم، ملودیا رو پس و پیش کردیم، دیدیم الان کاملا رو رهاب نشسته، همون رو برداشت نهاییش رو گرفت، به همین سادگی. الان اتفاق باید بیفته، ولی فکر کنم این همخوانی ها اتفاق افتاده ها. خواننده مطرحمون یکمی قبل از اینکه مطرح بشن مثل یه کارایی میکردن همون دیگه، باید که مطرح میشن اینقدر کم رنگ میشه، باید دیگه باشون صحبت کنی خودشون توضیح بدن. یه جایی خونده بودم که آقای عصار گفته بودن اون وکالی که شما اونجا ارائه دادید بهترین وکالی بود که از شما شنیدن. ایشون لطف دارن. ایشون لطف دارن. واقعا هم زیبا بود. سلامت. در مورد جشن سالانه موسیقی ما هم دوستان نظرتون رو بدونم. سه دورش به هر حال برگزار شده و امسال اگه خدا بخواد دوره چهارمش برگزار خواهد شد. در مورد این جشن کلاً چه نظری دارید؟ مراسم این چنینی که به هر حال پیش از این نبوده و اینکه این سه سالی که برگزار شد که فکر می‌کنم یک دورش شما حضور داشتید. بله من دوره اول بود ظاهرا حضور داشتم. بله. دوره دوم. دوره دوم بوده. یکی از برگزیدهامون هم حالا مهم نیست. من یک دورش حضور داشتم برسه. نظرتون چیه در مورد این؟ من میتونم فقط در مورد اون دوره‌ای که حضور داشتم نظر بدم. اما یک نظر کلی میخوام بدم که کلاً این حرکت‌ها که جشن سالانه موسیقی ما هم در همین جهت هست و خب واقعا قابل تقدیره که این همت رو شما کردین و این جشن رو راه انداختین. این حرکت ها کلان حرکت های خوبی، حرکت های تقریبیه، یعنی افراد رو به هم نزدیک میکنه. هنرمندایی که حالا هر کدوم به خاطر مشغله ها و اجراهاشون همدیگر رو نمیبینن میان همدیگر میبینن و مناسبت هم خدای نکرده فوت کسی نیست، مناسبت نیست که میخوان بیان کنار هم بشینن، یه عده از همکاران خودشون رو دست بزنن واسه شون تشویق کنن، اینا خیلی خوبه. و من اون چیزی که برام خیلی برجسته است توی اون دوره‌ای که خودم شرکت کردم، اون بخش تقدیر از پیشکسوت‌ها بود و من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم اون زمانی که
استاد عبدالوهاب شهیدی با اون عصا و اینها رفتن بالای صحنه و سالن یک پارچه هیجان شد و همه رفتن در آستانه اینکه اشکا بیاد و بریزه از در حقیقت چشم و مژه ها روی گونه ها. مثل اینکه توی دوره دیگه هم از استاد نادر گلچین سال گذشته بود بر تقدیر شد. خب این یکی از کارهای خیلی عالیه. هنرمنده از شاخهای مختلف ما عکس‌ها رو نگاه میکنیم، حتی اونایی که موفق به شرکت نشدیم بالاخره از طریق سایت عکس‌ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که این هنرمنده کنار همدیگه نشستن، با همدیگه میخندن، با همدیگه دست میزنن، تشویق میکنن بقیه دوستانشون رو. اینا خیلی حرکت‌های زیباییه و فکر می‌کنم برای مردم خیلی جذاب و دیدنیه. کلاً من تشکر میکنم از اون کسی که طرح این جشن سالانه رو تو موسیقی ما ریخته و اون کسانی که شبانه روز زحمت میکشن و این جشن رو برگزار میکنن. امیدواریم که هر سال هم شما جشنتون هی بهتر و پخته تر و به قول من رو پرپیمون تر بشه. انشاءالله با راه نمایی شما و خواهش میکنم. متشکرم ازتون که وقتتون رو به مخاطبین موسیقی ما اختصاص دادید و در این گفتگو شرکت کردید. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و مخاطبین محترمتون بودم. افتخار دارید. اگر تمایل دارید برای مردم اروپا رو به دوربین صحبتی داشته باشید. من فقط باید سلام خدمتشون عرض کنم و همونطور که در گفتگوی پیشین هم عرض کردم خدمتتون، ما انشالله 13 و 14 می در استکهلم و اوبرهازن شما رو انشالله خواهیم دید، زیارتتون میکنیم و امیدواریم که این اولین تجربه ما حاصل خوب و خاطره خوبی بشه برای شما و انشالله ما بتونیم برنامه‌مون رو به نحو احسن و در شأن شما انشالله تقدیمتون بکنیم. میبینیمتون انشالله. خسته نباشید. قربان شما. خسته نباشید. من هر وقت بوته چین رو میشنوم یا با خودم زمزم میکنم، اولین چیزی که میاد به ذهنم چهره دوست داشتنی استاد محمد رضا شجریان هست. تقدیم میکنم به محضرشون با آرزوی سلامتی زود هنگامشون انشالله و امیدواریم که همه شما عزیزان هم برای سلامتی این خواننده بزرگ مملکتمون دعا بکنید.